سلام بچه ها، خیلی خیلی خوش شدیم به ویدیو جدید. من آرتین استیک پیزت هستم. یادتون باشه حتما لطفا دکمه سابسکرایب بزنید، کامنت بال و لایک هم یادتون باشه. دمتون گرم بچه ها. گفتم که این همه نقد و بررسی صفحه اینستاگرام خیلی ها رو گذاشتیم، اما خب نقد و بررسی صفحه اینستاگرام خودم رو نذاشتم، واسه همین الان بریم که نقد و بررسی صفحه اینستاگرام خودم بهتون نشون بدم. پیج اینستاگرام منه و جالب اینه مثلا با 119 تا فالوور دارم و 197 تا پست میبینید، یعنی خیلی مثلا بیشتر پست گذاشتم تا اینکه فالوور رو بگیرم. و لطفا آقا تو اینستان فالو کن، اسم پیجم بالا دیگه نگاه کن، آرتین استی بیزت. و تو بیو نوشتم چی؟ سلام بچه ها، خوش اومدید پیج من. بچه هایتون باش، اگه خوش نز ویدای چنل یوتیوب من اومد سابسکرایب بکنید و لینک چنل یوتیوب هم خوب اینجا گذاشتم. ببینیم که اول این استوری که اینجا گذاشتم بهتون نشون بدم. مثلا اینجا نوشتم سوراب میجی ناکنید، سوراب میجی خودش اومد ناکرد، دمش کم آقای سوراب میجی. اینجا مدگل دمش کم، مدگل ناکرده استوری خودم، فیکی نیست. اینجا هم عابد ناصری یه بار نگاه کرده، اینجا هم بار دوم بود، خب کامنت داده بود دمش کرد. اینجا هم بزالی تو بود دمش کرد، اینجا هم دوباره بزالی تو، اینجا هم پوبون همیکی هم همیکیم کلن همیشه نگاه میکنه دمش کرد. سیجل هم واسه هم جاله بود نگاه کرد دمش کرد. خب پاولا به سمت چی پوستا؟ این مثلا یه پستی کلا من تو یوتیوب هر ویدیو میذارم، معمولا میام اینجا پستش میکنم. و مثلا این ویدیو جدیده بود که داشتیم توی رپر بشیم، اینجا پستش کردم و 3 تا لایک یکمه. و من کلا بیشتر به نظرم پیجم دوست دارم انگیزشی باشه، می دیگه پست انگیزشی گذاشتم. مثلا گفتم چی؟ آدم های موفق براشون مدرسه مهم نبوده. خوب می دیگه مثلا یاس کلا درسشون مدرسه خوب نبوده، و از اون طرف هم سلطان منظورم تصالحی خودش میگفته که آقا اصلا منظور مثلا اصلا خوب نبودم. و اینم 12 تا لایک گرفتم و چون میگم آقا بریم پست بعدی. بزرگترین تفاوت افراد تاثیرگذار با بقیه اینه که وقتی اونا تلاش میکنن بقیه اشغال میکنن. چه حرف باله دارم، حال کردید انصافا قدم پشم، خیلی حرف خفن و گنگی بود. با 5 تا لایک یکم بیشتر لایک بدید. با اینکه نگاه کنید، من همیشه نگاه کنید همه هشتگ ها رو تا آخر پر میکنم، یعنی 30 تا هشتگ دیگه حد اکثر تو اینستاگرام میذارم، اما خب معمولا خیلی لایک نمیگیره. و مثلا گیم پلی بازی هورور شو که همین امروز زور بود دیگه، آره گیم پلیش رو گذاشتیم اینجا، اومدم پستش کردم. و مثلا این هم اینجور انگیزشی گفتم آقا هیچ وقت استقلال مالی بد نیست. چه حرفی زده، حرف ساده یه دیگه. مثلا همه دوستان مثلا سال مایل داشته باشن. نقد و بررسی کلید اینجا اکس رو اینجا پست کردم با 4 تا لایک کلید دستم. اینم دوست به سر کاردی بی که اینجا هم پستش کردم. کلن کاردی بی انگار خیلی تو ایران تفتار نشون، خیلی کم لایک میگه نمو، مثلا 3 تا لایک کم دیگه. بعضی وقتا بی یادت میندازه که هیچ چیز آسون به دست نمیاد. آقا این حرف خیلی باله، خودم 1000 بار حالا 1000 بار کنه خیلی واسه هم پیش اومده که مثلا یه دفعه بی پول بشم بعد بگم آقا مثلا این چیز آسون به دست نمیاد. واسه کردم اینو یه جمله انگلیسی کنم بفرستم تو پیج شما هم یکم درس بگیرید. و با اینکه درس مثلا میدونید خوبی بود، فقط 8 نفر لایک کردن، یکم بیشتر لایک کنید. اینم نقد و بررسی خمیر دندون که اینجا پستش کردم. اینم گفتم که چی؟ آدم موفق بدون نیماد. آقا من انگار اشتباه داشتم. ببین نره و آقا جالب اینه 3 نفر لایک کرد، من چجوری بود حواسم نبود فکر کنم بدون نیماد. نیماد اون دش باگ بشه میشه نیما، حواسم نبود. شرمنده آقا، شرمنده. فقط چه خودم مثلا حواسم نبوده که نمیدم مثلا درستشم جوری. مثلا 2-3 نفرم لایک کردن، همشون گم مثلا دوست پسر آریانو گراندم که انگار 7 نفر لایک زدم و اینجا هم اومدم پوستش کمشون.
تو یوتیوب ویدیوش رو درست کردم و اینجا پست کردیم دیگه. اگه درس اذیتت میکنه برو سمت چیزی که عاشقشی. مطمئنم این حرفی که اینجا زدم حرف خیلی یادتونه، کلن خیلی کلن اینجوری دیگه. این اکثریت دانش آموزا کلن از مدرسه متنفرن، قبول دارید؟ خودم اینجوری هم به نظرم آجوده هستم رفت و به نظرم بیش سمت چیزی که دوستش دارید. من چی میگم؟ منیت اگه مثلا علاقتون درسه، خب انتخاب با خودتون. من چی میگم؟ دوست دختر امیر خان موسوی هم خب اینجا پستش کرد. نه امیر خان موسوی عزیز حتی 100% نمیشه گفت 50-50، اما 4 نفر لایک زدن دمشون گرم. و اینجا هم دوست پسر تیلور سویف 7 نفر لایک زدن دمشون گرم. دوست پسر سلنا گومز جالب این انگار سلنا گومز بیشتر طرفدار داشته و یه 9 نفر لایک زدن. سختی های الان باید ازش گذشت اما در آینده به موفقیت میرسی. اینم انگیزشی بالی بود، انگیزه بالی داد من. و مثلا گفتم چی؟ سختی های الان باید از دست گذشت اما در آینده به منفقه میزید. که حالا مثلا اون وسط هاش یه چیزی نیاز داشت بگم اما یه چیزی به ذهنم نرسید. بعد گفتم به زمین پوز کنیم و جالبی 9 نفرم بکزم با اینکه خیلی بالی نبود. میشیم کم اینا مثلا دوست دختر علی بوکتی اینجا پستش کردم 3 نفر لایک دارن که کم 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 بیشتر لایک کنید. پوتک فرشاد سایلنت شکست می اینجا مثلا 9 نفر لایک زدن همشون گرم. اگه تو چیزی خیلی تلاش کردی و نشد بدون خدا برای تو چیزی دیگه میخواد. من اینا خیلی قبول دارم چون مثلا یه چیزی هست مثلا دیدی دیگه خیلی پیش میاد مثلا تو همش روش وقت میذاری بعد می نمیشه. حتی بین مثلا میگم تلاش کنید مرزای اون مثلا تو اصلا خیلی وقت بذاری واسش و مثلا بعد مثلا دیگه حداقل 3-4 بار شکست بزرگ که مثلا شکست بزرگ مرزای مثلا دیگه هیچی واسد نمونه. میدونی چی میگم؟ یعنی فقط دوباره مجبور شی از صفر شروع کنی. اون موقع دیگه میفهمی که آقا این رنگا واسه من نیست، برو سمت یه چیز دیگه. و خیلی از مردم کلا همونجا میمونن و میگم مثلا دیگه نمیشه. هم خب بعد بیستم چیز دیگه و اینجا هم 6 نفر لایک زده. گفتم چی؟ اگه اهدافت بزرگه باید تلاش های بزرگ کنی، هیچ چیز بدون ریسک به دست نمیاد. این هم حرف خیلی بالیه به نظرم، خیلی گنگ و بحال نها کنید. من که بزن اینجور هم اکسایی که میذارم و متن انگیزشی که روش میذارم اون اکسا خیلی گنگ هم نها کنید. مثلا این ماسک جوکریه دیگه 10 تا لایک و مثلا اینجا بدل اسکالت رو انداختم. اون چقدر اینجا تک کنترل اسکالت میدید خیلی تو ایران طرفدار داره، مردم خیلی دوستش دارن. و اینجا گفتم چی؟ اگه کسی گفت فردا کاری رو انجام بدم هیچ وقت انجام نمیده. این دقیقا این حقیقت، دقیقا این حقیقت. یعنی آدم ها معمولا اینجوری هم مثلا میگه بذار فردا انجام بشه، فردا میشه یه رو اصلا یادش میره. چی میگم؟ باید از همون زمان انجام بدید بچه، فراموش نکنید همون زمان. و 10 نفر هم لایک زدن. اینم مثلا یه ویدیو گذاشتم و گفتم مثلا آریا پیشگوی متحد و پیشگوی من این بود که ویوها یوتیوبر ایران میاد پایین و بعد آریا اومد تایید کرد، فرشاد هم اومدن گفتن تایید کردن چیزو و اومدن بهانه شو کردن. این گفتم مثلا یوتیوب ویو اونو پاک میکنم به نظر این حرفشون درست نیست. و این هم 15 نفر لایک زد. کلا انگار تو اینستاگرام طرفدارم خیلی بیشتر عاشق آریان چون خیلی آریان لایک زدن. اگه مسخره کردنت بدون خیلی ترسیدن که ازشون جلو بزنی. این چه حرف؟ این من خیلی به نظرم حرف گنگی و عالی. یعنی واقعیت هم از هم اینه مثلا چون خیلی ها خودن چون میترسن تا ازشون بزنی جلو مسخره میکنم میگم با نمیشه اسکول مثلا ما مثلا قبلا این رو رفتیم تو الان تازه میخوای بری. نه آقا تو اگه اون راه رفتی خب درست نرفتیش که مثلا به جای نرسی. میچی میگم مثلا خیلی آدم ها کلا این جوری هم مثلا از این سراخ میزنن به اون سراخ بعد همین جوری میان از این بابا مثلا یه کار انتخاب نمی کنن مثلا واسه همیشه داشته باشن. میچی میگم از همین میپرن به اون بابا مثلا انظار نتیجه هم دارم. میچی میگم واسه همین این کارتون درست نیست. این اومدم توی ماشین ویدیو گرفتم پست کردم جالب 8 نفر لایک زدن.
چون معمولا اینجور پست ها خیلی لایک نمیخوره که عکس خانم خشم اینجا 8 لایک خودم شونگم. هیچ وقت کسی رو دست گرم نگیر، شاید اون تبدیل به آدم موفقش. حالا آقا من چی میگم، چون مثلا یه آدمی که داره تلاش میکنه یا مثلا داره تلاش میکنه که موفق بشه تو مسخره کنی، خب، یا مثلا نادیده بگیریش، من چی میگم، مطمئن باشون وقتی بره بالا 1000 تا فوش به تو میده، مثلا 1000 تا دعوا رو میندازه با تو، و اینو من مطمئنم چون خیلی اینجوری هن. مثلا میگن آقا مثلا من اون موقع معروف نبودم یا موفق نبودم، یارو مثلا با من کار نداشت، الان که معروف شدم همه مثلا اومدن دورم، هم چی میگم، این چیزا به نظرم خیلی پیش میاد و این جمله هم گفتم خیلی به نظرم واقعیت قشنگ، می چی میگم، و اینجا هم گفتم فقط کسایی رو دورت نگه دار که توی روزهای سخت پشتت باشن، بقیه رو بنداز دور. این حرف خیلی به نظرم گنگه، میدونی چی میگم، یعنی سعی کن کلا خیلی از دوستای یا کلا همه رو که به دردتون نمیخوره، یعنی حاضر نیستم مثلا به اهدافتون احترام بذارن یا مثلا خیلی چیزای دیگه، اونا رو کلا بندازید دور. مثلا اگه رفیق مثلا قحطیه که گیر داری به اونا، یا مثلا آدم قطعیه، می چی میگم، یا مثلا عکس خودم گذاشتم و 9 نفر لایک زدنشون، میدونی من میگم معمولا عکس های خودم خیلی تو اینستا لایک نمیگیرم، مثلا اون موقع پست از خودم میذاشتم هیچی خیلی لایک نمیشه، از 3-4 نفرم لایک نمیذارن. زندگی خیلی راحت تر میشه وقتی به حرف مردم توجه نکنی و فقط روی اهداف تلاش کنی. این حرفم خیلی حق لعنتی ناکنی، مثلا کلا میدونی خیلی از مردم مثلا فکر میکنن که نمیدونم بابا اگه مثلا این نشه این کارو مثلا انجام ندم مردم مسخره میکنن، مردم چی میگن اگه اتفاق نیفته، خواستم به مردم چه ربطی داره، مثلا میدونی چی میگم، مثلا مردم نمیشه مثلا جو دهنش نگرفت، اما خب نباید بد مهم باشه، میدونی چی میگم، نه مثلا نقد و برسی کشمش رو اینجا پستش کردم و 8 نفر لایک زدمشون گرم. اکثریت مردم با اولین تلاش ناامید میشن، تو مثل بقیه نباش و تو تهش برو. این اما خیلی حقه به نظرم، چند تا لایک 10 تا لایک خوشو میگه دیگه. من گفتم مثلا یه آدمی وقتی یه بار مثلا سر یه چیزی تلاش بکنه و تلاشش هم خیلی زیاد نیست، یعنی مثلا در دیگه یه ساعت هم شاید کم در، خب، و مثلا فکر میکن باید به جای بزرگ برسیم، مثلا تو همون مثلا نیم ساعتی که مثلا تلاش کرده شب که میخوابه فکر میکنه آقا من فردا بیدار میشم، فکر میکنه مثلا به چه به موفقیت های بزرگ رسیدم، خب مثلا فردا مینه نه بابا هیچی نشده، خب چون که تو مثلا با نیم ساعت انتظار چی داری، مثلا تو باید حداقل مثلا نمیدونم حداقل چند ساعت، چون بستگی به کار، اما حداقل باید تلاش زیادی بکنی و تلاش زیادت هم پیوسته باش، نه مثلا امروز مثلا این ساعت کار کردی فردا مثلا چند ساعت کمتر، نه تو باید فردا بیشتر تا مثلا این کار کنی، میدونی چی میگم. این هم از خودم گوشتم و گفتم پیشگویی، آره هم پیشگویی بود که گفتم، فکر کنم هم پیشگویی بود، نمیدونم، گفتم ویو های یوتیوبر را میاد پایین بوده گاره شکست میدم شون. خب بچه ها واقعا همتون گرم که تا آخر هم شروع، حتما حتما دکمه سابسکرایب بزن کانالتون بالا، لایک کنم بهتون باشید همتون کم بچه ها، خدا نگهدار.